به پادکست گرد آتش خوش اومدید. این پادکست دریچه‌ای هست به تجربیات آموخته‌های من. تجربیات آموخته‌های هیچ یک از ما وحدت موضوعی نداره. پس چیزایی هم که تو این پادکست ازشون حرف میزنم ممکنه وحدت موضوعی نداشته باشم. اما همیشه از چیزایی صحبت میکنم که شدیداً بهشون علاقه مندم. درود، وقتی که داشتم مطالب رو واسه این قسمت از پادکست آماده میکردم داشت زمان زیادی میبرد. خیلی امیدوار بودم که تا زمانی که من این رو ضبط میکنم و بیرون میدم دیگه نیازی به آوردن واژه کووید 19 توی عنوان نباشه و صرفاً در مورد سیستم ایمنی بدن صحبت بکنی و راه‌های تقویتش. ولی خب نشد و خود من هم الان از قرنطینه دارم این قسمت رو ضبط میکنم. مثل قسمت‌های قبلی اصلا استارتش با قرنطینه بود. به امید روزی که قرنطینه هم به سر بیاد. اما تا اون روز باید چه کارهایی رو انجام بدیم؟ خب یه سری پیشنهادات عمومی رو که خیلی اساسی هستن همه ازشون اطلاع داریم. مهمترین و مهمترینش اینه که در خانه بمانیم و خب اگر توی خونه بمونیم در واقع همه درها رو به روی ورود ویروس به زندگیمون بستیم. ولی خب هر خانواده از چند نفر تشکیل شده و همیشه هم نمیشه توی قرنطینه موند، چون که به هر حال یه سری مواد اولیه رو همیشه نیاز داریم و هر از گاهی مجبوریم خرید بریم. توی این شرایط پوشیدن دستکش مهمه. پوشیدن عینکی که دور چشم رو میپوشونه، نه عینک های طبی عادی، خیلی میتونه کمک کننده باشه. در مورد ماسک نتیجه قطعی وجود نداره، ولی خب پوشیدنش خیلی بهتر از نپوشیدنش هست. این که اثر داره توی انتقالش که اثر بسزایی داره، ولی توی دریافتش، این که توی این زمین هم میتونه کمکی بکنه یا نه، خیلی نتیجه قاطعی به دست نیومده. ولی خب پوشیدنش خیلی بهتر از نپوشیدنش هست. امکان اینی که خودمونم ماسک رو درست بکنیم وجود داره و روش‌های زیادی واسه ساختش روی اینترنت میتونید پیدا بکنید. همیشه مهم هست که وقتی خونه میایم اون مثلا دستکشایی که بیرون پوشیدیم ماسک رو همون بیرون در بیاریم، همون بیرون دفع کنیم، وگرنه با خودشون ویروس رو به داخل خونه میارن. چیزی که کمتر روش تاکید میشه اینه که به مراکزی که مراکز درمانی هم نباید مراجعه بشه. اگر که مشکل آنچنانی ندارید، مشکل که جان شما رو تهدید نمیکنه و خودتون میتونین حلش بکنید یا به استراحت خوب میشه، این رو بهتره که به خاطرش به پزشک مراجعه نکنه، توی خونه بمونید. چون که ممکنه شما یه سری علائمی داشته باشید، علائم سرماخوردگی، نگران بشید برید دکتر، واقعا سرماخوردگی باشه بیماری خودتون، ولی وقتی که مطب میرید یا بیمارستان میرید توی محیط قرار میگیرید که احتمال اینکه افراد مبتلا ازش گذشته باشن زیاد هست، احتمال اینکه خدای نکرده خودتون هم مبتلا بشید هست و این کمتر روش تاکید میشه ولی نکته خیلی مهمی هست. خب اینها همه حرفایی هست که همه ازش اطلاع داریم، همه نکات اساسی هستن که باید رعایت بشن. اما ورای این چه صحبتی داریم، چه حرفی رو برای ارائه توی این قسمت داریم؟ یه نکته که در مورد هر ویروس باید در نظر گرفت، حالا چه ویروس سرماخوردگی ساده باشه، چه آنفولانزا باشه، چه کرونا و HIV باشه، هر کدوم از اینها صرف در معرض قرار گرفتنشون باعث ابتلای ما به اون بیماری نمیشه. ما همه اقدامات پیشگیرانه رو باید انجام بدیم و اگر یه جایی یه خطایی بروز پیدا بکنه، اینجوری نیست که ما 100% به اون بیماری دچار بشیم. این ویروس باید از یه 100 دیگه هم عبور بکنه و اون 100 سیستم ایمنی بدن هست. پس ما باید سیستم ایمنی بدن خودمون رو تقویت بکنیم و اگر سیستم ایمنی خودمون رو تقویت بکنیم، یه مانع دیگه هم جلوی پای بیماری، حالا از هر نوعی که باشه، گذاشتیم. و بهترین راه واسه یه تقویت سیستم ایمنی بدن چی هست؟ تغذیه. کاملا آگاهی دارم که خیلی ممکنه نسبت به این پیشنهاد گارد بگیرن و من کاملا بهشون حق میدم، چون که پیشنهادات تغذیه‌ای که رد شده تو این گروه های واتساپی و شبکه های مجازی رد و بدل میشه، همه بیپایه و اساسن و عمدتا اگر حالا روغن بنفشه و داروی امام کاظم نباشه، خیلی هنر بکنن اینه که توشون واژه‌هایی مثل سردی و گرمی، تب سرد و تب گرم به کار رفته.
این تب و اینها کلن یه چیز رد شده است و هیچ جایگاهی نداره. ممکنه الان من یه پرانتز کوچولو باز بکنم، مثلا بگین که چرا این تب گرم و تب سرد درسته؟ مثلا من بادمجون میخورم یا گردو میخورم، تبم گرم، گرمی بخورم دهنم زخم میشه، تاول میزنه و اینها. چنین چیزی نیست. در واقع این هست که یه چیزی ممکنه توی این دو ماده غذایی باشه که ما بهش حساسیت داریم یا بدن ما واکنش بدی بهش نشون میده. بحث سرد بودن یا گرم بودن اینها نیست. ممکنه حالا ماده ای هم که ما بهش حساسیت داریم توی این دو مشترک باشن، ولی اصلا دستبندی سرد و گرم دستبندی نادرست، بیپای و اساس و غیر علمی هست. پس کاملا درک میکنم که با این سیل پیام های اینجوری خیلی ها نسبت به پیشنهادات تغذیه‌ای گارد بگیرن و شکاک باشن، ولی بهتون اطمینان میدم که هر چیزی که توی این پادکست میگم همه بر اساس یافته های علمی باشن. منابع خودم هم در توضیحات این پادکست میذارم. از قسمت اول همین قول دادم که منابع رو در اختیارتون قرار بدم و این کار رو هم در مورد همین قسمت هم میکنم. و خیالتون تخت باشه که قرار نیست نه از روغن بنفشه حرفی به میون بیارم، نه داروی امام کاظم و نه تب سرد و تب گرم، بلکه از چیزایی صحبت میکنم که همه مبنای علمی دارن و تحقیق شده هستن. اصلا به منابع هم که نگاه بکنید همه این افراد پزشک هستن، پزشکانی که به جای اینکه راه و رسم رایج رو در پیش بگیرن تفکر انتقادی داشتن و راه‌های جایگزینی رو پیدا بکنن. حالا چرا غذا این همه مهم هست؟ سلولای بدن ما از چی تشکیل میشن؟ از همین غذایی که ما میخوریم. همین غذایی که ما میخوریم سلولای بدنمون رو تشکیل میدن و سوخت لازم رو برای فعالیت‌های مختلف و حیاتی بدنمون تأمین میکنن. یه ضرب المثل انگلیسی هست You are what you eat، که ما همون چیزی هستیم که میخوریم. واقعا هم جز این نیست. بعد از 2 سال تمام سلول‌های بدن ما نو میشن و بعد از 2 سال یه بدنی رو داریم با سلول‌های کاملا متفاوت از چیزی که 2 سال قبل داشته. همه اون قبلی ها مردن و ما داریم با سلول‌های جدید زندگی میکنیم. یعنی انگار هر 2 سال یک بار ما فکتوری ریست میشیم. و این سلول‌ها از چی ساخته میشن؟ مواد اولیه‌شون چیه؟ همین غذایی که ما میخوریم. از هیچ جای دیگه‌ای منابع خودشون رو نمیگیرن. پس ما اگر تغذیه خودمون رو درست بکنیم، سلول‌های سالم و سلامتی هم خواهیم داشت و در نتیجهش اندامی که داریم وظیفه‌شون رو به درستی انجام میدن، چون که پایه‌شون سالمه. شما نگاه کنید که بعد از 2 سال میخواید که بدنتون سلولاش از کیک و نوشابه درست شده باشه و پیتزا و ماکارونی و برنج و سیب زمینی و اینها، یا از گوشت و منابع سرشار از چربی و پروتئین سالم که غذای اساسی ما هست. ما وقتی که غذای درست رو به بدنمون بدیم، غذای درست رو تأمین کنیم براش، ضمن اینکه ازمون تشکر میکنه، مثل این هست که ما در رو از روی لولای خودش در جهت درست لولای خودش باز و بسته بکنیم. یه مثال که بیشتر شاید واسه یه کسایی قابل درک باشه که علایق مشترکی رو با من دارن این هست که مثلا ما یه برنامه iOS رو روی سیستم عامل اندروید نمیتونیم نصب بکنیم. اصلا نه اندروید اون فایل iOS رو میشناسه، نه iOS فایل APK اندروید رو میشناسه. اصلا قابل تشخیص واسه شون نیست. حالا فرض بکنیم با شبیه ساز و اینها ما یه کاری بکنیم که چه میدونم برنامه ویندوز روی لینوکس اجرا بشه، برنامه مک روی ویندوز اجرا بشه، یا برنامه ویندوز روی مک، که این شبیه ساز وجود دارن، ولی عمل کرد به هیچ وجه مثل زمانی نیست که ما اون رو مستقیما روی خود سیستم عامل نصب بکنیم از طریق یک شبیه ساز. این غذاهای سرشار از کربوهیدرات مثل برنج و سیب زمینی و کیک و قند و میوه و اینها هستن، اینها اصلا توی رژیم ما انسان‌ها و پیشینیان ما نبودن و دقیقا مثل همین برنامه‌ای هستن که اصلا فایل نصبشون هم برای ما قابل خوندن نیست و نهایتا از طریق شبیه‌ساز ممکنه ما بتونیم اینا رو تجزیه بکنیم. میلیون ها سال ما و پیشینیانمون بدنمون روی گوشت و چربی و غذاهای سرشار از پروتئین رشد و نمو پیدا کرده و تکاملش با این غذاها بوده. اصلا بزرگتر شدن مغز انسان نسبت به خیشاوندان نزدیک خودش
توی درخت تکاملی مدیون تغییر از رژیم گیاهخواری به گوشتخواری هست. حالا این پیشینه چند میلیون ساله رو در نظر بگیرید و اون رو مقایسه بکنید با غذاهای سرشار از کربوهیدرات که فقط و فقط پس از باب شدن یک جانشینی و زندگی کشاورزی ممکن شدن. اگر حتی مثلا در نظر بگیریم که تمدن بشری یک جانشینی و رو آوردن به زندگی کشاورزی چیزی هولوش 12,000 سال خدمت داشته، چیزی کمتر از 1% کل پیشینه ما انسان ها هست. جالبه که همین 12,000 سال هم داریم کلی ارفاق میکنیم و این گذار که رخ داده همه جا همزمان نبوده و خیلی از نسل های ما آشنایی کمتری با این رژیم های کربوهیدرات پایه دارن و حالا بدن های افرادی آشنایی بیشتری باهاش دارن، یعنی از نسلی میان که پیشینیانشون بیشتر با این غذاها عادت کردن، خو گرفتن. اما هر چقدر هم باشه اصلا قابل مقایسه نیست این 1% با اون 99% که ما بر پایه گوشت و چربی زندگی کردیم. برای روشن شدن اهمیت این پیشینه فرگشتی یا تکاملی یه مثال میزنم. ما انسانهای امروزی همچنان وقتی که در معرض سرما قرار میگیریم موی تنمون سیخ میشه. دلیلش چیه؟ گذشتگان ما که بدنشون کاملا با مو پوشیده شده بوده، وقتی که این موها راست میشدن یه پوشش خوبی رو در برابر سرما ایجاد میکردن و تا به امروز با وجودی که ما اونقدر مثل پیشینیانمون مو نداریم، بدنمون در برابر سرما این واکنش رو نشون میده. هنوز این توی ژن ما هک شده و ازش بیرون نیومده. این شوخی بردار نیست. ما چجور میتونیم به بدنمون که با این شرایط تکامل یافته سیب زمینی و برنج بدیم و توقع داشته باشیم که کار درست خودش رو هم انجام بده؟ ما با دنبال کردن رژیم کتوژنیک غذای اصلی رو به بدنمون میدیم و بدنمون میگه آها الان فهمیدم، الان فایل درست رو به من دادی، الان زبون این برنامه رو میفهمم، الان دارم با یه زبون با این غذا صحبت میکنم. دقیقا قفل کلید به هم میخورن و بدن شما چون که تغذیه درستی رو داره کار درست خودش رو انجام میده. همه اعضا و جواره کار درست خودشون رو انجام میدن از جمله سیستم ایمنی و همچنین باعث میشن که ما بدن سالم تری داشته باشیم، بیماری زمینه‌ای دیگه‌ای نداشته باشیم و اگر حتی با بیماری هم مواجه بشیم شکست اون بیماری برای ما ساده تر باشه. فرض بکنید توی زندگیتون کلی مشکل دارید، بدهی دارید، صبح تا شب سر کارید، با همسرتون مشکل دارید و یه روز کارتون هم از دست میدید. همه اون مشکل ها یه طرف، الان باید با یه مشکل بزرگ جدیدی هم مواجه بشید و باهاش دست و پنجه نرم بکنید. حالا فرض کنید اون مشکلای دیگه نداشته باشید ولی فقط همین یه دونه مشکل رو، همین یه مشکل اساسی رو بخواید باش دست پنجه نرم بکنید، پس عملکرد رو شما کاملا متفاوت خواهد بود. خیلی راحت تر میتونید با یه قضیه کنار بیاید یا راه حلی رو واسش پیدا بکنید و ازش گذر بکنید. یکی از بیماری هایی که عملکرد سیستم دفاعی بدنمون رو تحت تأثیر قرار میده بیماری دیابت نوع 2 هست. و دیابت نوع 2 عاملش چی هست؟ توی قسمت قبل کامل توضیح دادیم که پیدایش اون به خاطر همین رژیم اشتباهی هست که توی زندگی ما رایجه. اینکه ما همش برنج میخوریم، سیب زمینی میخوریم، این همه بهمون امر میکنن که میوه بخوریم، ولی همه اینها به سبب قند و کربوهیدراتی که دارن انسولین رو بالا میبرن و ما رو در نهایت دچار بیماری قند میکنن. حالا حتما لازم نیست که ما بیماری قند و با تمام قوای خودش باهاش مواجه باشیم که عملکرد سیستم ایمنی بدنمون پایین بیاد. سطوح بالای قند خون باعث ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن میشن. حتما قرار نیست ما بیماری قند داشته باشیم که قندمون خارج از کنترل باشه. کافی که ما قندمون رو با هر وعده غذایی که میخوریم خارج از کنترل بکنیم. پس باید کاملا از غذای سرشار از کربوهیدرات پرهیز کنیم و از منابع غذایی سالم گوشتی و پرچربی و پرپروتئین استفاده بکنیم. ممکنه سوال پیش بیاد که الان تو این شرایطی که هستیم، تو این شرایط حساس و کنونی، آیا انتقال به این رژیم غذایی کار درستی هست یا نه؟ در واقع با توجه به این توضیحاتی که چند دقیقه پیش دادم، چه زمانی بهتر از الان؟
الان هست که ما به سیستم ایمنی قوی احتیاج داریم. البته این چیزی که میگم همه باش موافق نیستن، که از شبکه های یوتیوبی بسیار خوب دایت دکتر نسبت به این قضیه شکگر است. مثلا توی یکی از ویدیو خودش میگه که توی این دوره گذار از رژیم رایج خودمون به رژیم درست کتوژنیک، ما یه دوره رو چند روزه ممکنه دچار کیتو فلو یا انفلانزای کیتویی بشیم، که تو این شرایط چون که بدن ضعیفی داریم احتمال اینکه ویروس توی حمله به ما موفق بشه بیشتر هست. حالا این کیتو فلو رو که خود من که بدون هیچ مشکلی وارد چربی سوزی شدم و اصلا با کیتو فلو مواجه نشدم، ولی خب مثلا همخونه ای داشتم که این مشکل رو برون شد. و دواش چی هست؟ این نشونه این هست که نمک کمی به بدن رسیده. با مصرف یه مقدار نمک کاملا این مشکل حل میشه، اینقدر ساده حل میشه که اصلا نیازی نیست ما برای این مشکل اسمی رو بذاریم، چون که به همین سادگی برطرف میشه. پس میتونید خیلی راحت با ایمنی کامل این رژیم رو دنبال بکنید، و اگر دیدید دچار ضعف شدید بدونید که نمک دریافتیتون کم هست و نمک بیشتری رو مصرف بکنید تا این مشکل حل بشه. برای دریافت این نمک کافی هست که به غذاتون به اندازه‌ای که طعمش رو دوست دارید نمک بزنید و از نمک زدن بهش نترسید. به همین سادگی تا جایی که طعمش رو دوست دارید بهش نمک بزنید و هیچ مشکلی نیست و با این مشکل آنفولانزای کیتویی هم به اصطلاح روبرو نمیشید. به جای مواجه شدن با این مشکل از مزایای این رژیم بهره خواهید برد. علاوه بر سازگاری رژیم کتوژنیک با پیشینه تکاملی ما، اگر ذره بین بذاریم متوجه میشیم که چرا با روی آوردن به این رژیم ما میتونیم سلامت خودمون رو بهبود بدیم. تمام غذاهای گوشتی سرشار از روی هستن و الان مشاهداتی هست که نشون میده روی حتی در درمان کرونا تأثیر داشته. هنوز نتیجه قطعی نیست، اما کاری هست که انجام شده و موارد این چنینی یافت شدن. و تازه توی این موارد ما باید دقت بکنیم که از قرص مکمل روی استفاده میشه و این لزوماً به دلایلی که حالا توی قسمت‌های بعدی حتما بهش میپردازم قابل جذب نیست. اما اون رویی که ما از منابع حیوانی به دست میاریم کاملا برای بدن ما قابل جذبه. تمام منابع حیوانی، تمام منابع انگشتی روی بالایی دارن و رویشون کاملا قابل جذبه، و در مقابل گیاهانی هم هستن که روی بالایی دارن اما رویشون قابل جذب نیست، چون که گیاه برای دفاع از خودش یه سری سمومی رو برای مهاجمان خودش از جمله ما انسان‌ها تولید میکنه، چون که میخواد جون خودش رو حفظ بکنه و شانس خودش رو برای بقا یافتن و تولید مثل افزایش بده. یه حیوان با دویدن میتونه از خطر در بره، از خورده شدن فرار بکنه و موفقیت خودش رو در تولید مثل تضمین بکنه، ولی گیاه هم روش‌های خودش رو داره. بیشتر به این نمی‌پردازم توی این قسمت، ولی خیلی بحث جالبی داره که در آینده بهش خواهیم پرداخت. اما فقط به بیان همین نکته اکتفا می‌کنیم که منابع حیوانی بهترین منبع برای تأمین روی بدن ما هستن. یکی دیگه از غذاهایی که میتونه در تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر باشه سوپ استخوان هست. اینکه وقتی که ما مثلا مرغی رو پختیم یا غذای گوشتی رو پختیم، استخونش رو نگه داریم و اون رو با حالا طعم دهنده های دیگه که دوست داریم، اون رو به مدت حول و حوش 12 ساعت روی شعله خیلی کم روی اجاق بذاریم. یکم زمان بره، ولی بعدا میتونید سوپ استخون رو با غذاهای دیگه هم به کار ببرید و به عنوان مثلا پایی سوپای دیگه که درست میکنید به کار ببرید و خیلی طعم خوبی داره. و مهمتر این که سیستم ایمنی بدن رو هم بهبود میده، سلامت ما رو هم بهبود میبخشه. حالا که به بحث اصلی که رژیم بود پرداختیم، به عوامل دیگه‌ای هم که حالا کاملا مستقل از رژیم نیستن میپردازیم. یکیش
نور خورشید هست. بدن در معرض نور خورشید میتونه ویتامین دی تولید بکنه و ویتامین دی هم سیستم دفاعی بدن رو بهبود میده و هم خطر افسردگی رو کاهش میده. حس و حال رو بهبود میبخشه. الان که ما توی قرنطینه هستیم و خیلی بیرون نمیتونیم بریم و بیرون هم که میریم باید پوشیده باشیم. اگر بالکن داره خونتون یا تراسی داره که میتونید ازش استفاده بکنید واسه آفتاب گرفتن، حتما این کارو بکنید و تا اونجایی که میتونید نور خورشید رو دریافت بکنید. مخصوصا اینکه این روزا خیلی لازم هست توی خونه بمونیم و در و دیوار رو ببینیم، این فرصت اندک میتونه باتری‌های ما رو شارژ بکنه که اوقات رو راحت‌تر توی قرنطینه سپری بکنیم. مورد بعدی خواب هست. و هر چقدر بگیم کم گفتیم که چقدر خواب توی زندگی اهمیت داره. و بجز خود خواب، کیفیت خواب هم مهم هست. یک کتاب هست Why We Sleep. چک کردم توی سازمان اسناد و کتابخانه ملی. به فارسی هم ترجمه شده. عنوانش توی فارسی هست چرا میخوابیم. این کتاب خیلی کتاب خوبی هست و واقعا نه فقط در زمینه خواب بلکه در خیلی از جنبه های دیگر زندگی هم دیدگاه من رو تغییر داده و خیلی خیلی پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید. راهکارهایی رو هم برای بهبود کیفیت خواب این کتاب توصیه میکنه و عواملی رو که به صورت منفی روی کیفیت خواب تأثیر میذارن ذکر کرده. یکی از این عوامل که خیلی هم جالب هست و خیلی طعن‌انگیز هم هست، قرص های خواب هست. قرصایی که برای خواب تجویز میشن شروع خواب رو ممکن میکنن اما کیفیت خواب رو بهبود نمیبخشن و حتی تأثیر منفی روی دوره خواب عمیق ما دارن و این کیفیت خواب خیلی مهم هست توی بهبود یادگیری، یادآوری و همچنین سیستم دفاعی بدنمون و همچنین مقابله ما با مشکلات و استرس. یکی دیگه از موارد داروهای ضد افسردگی هستن. انکار نمی کنم که داروهای ضد افسردگی میتونن خیلی خیلی ضروری باشن و توی یه شرایطی شاید راه حلی به جز داروهای ضد افسردگی نباشه، اما داروهای ضد افسردگی روی کیفیت خواب هم تأثیر میذارن و وقتی که این کار رو انجام میدن در پیش توانایی ما در مواجهه با استرس کمتر میشه، افسردگی ما بیشتر میشه چون که خواب ما رو داره به هم میزنه و این میشه یه دور باطل که ما رو همیشه افسرده نگه میداره. پس در مصرف این داروها هم باید خیلی محتاط بود و به هیچ وجه نمیگم که یهو همین الان اگر این داروها رو مصرف میکنید کنار بگذارید، چون که مثلا حالا توی مورد داروهای خواب‌آور حسبشون یه روند و روش خاصی داره. همچنین داروهای افسردگی نه اینکه مثل قرص خواب اعتیاد آور باشن و مقاومت ایجاد بکنن، ولی باز حسب اونها هم روند خاصی رو داره و اگر چنین کار رو میخواید بکنید با مشورت متخصص و پزشک باشه. کاری که شاید یک کمی روزا سخت باشه این هست که ما نور روز رو دریافت بکنیم. خوشبختانه اتاق من پنجره زیاد داره، پنجره به اندازه کل ارتفاع اتاق هم داره و از این بابت به خوششانس بودم. اگر که نور روز رو دریافت بکنید، بدن شما سیستم خواب و بیداریش تنظیم میمونه، ساعت بدنمون یه نقطه‌ای رو برای رجوع داره و بهتر کار میکنه و همین باز باعث میشه که ما خواب به موقعی داشته باشیم، توی شب بتونیم راحت بخوابیم. مورد بعدی که باز هم یکم رایتش توی این روزای قرنطینه سخت هست، نگاه نکردن به صفحه گوشی و صفحه کامپیوتر هست به خاطر نور آبی که دارن. این روزا این موارد خیلی ما رو سرگرم میکنن و کمک میکنن ما روزها رو بگذرونیم، ولی خب این مشکل رو هم دارن. یه عینک هایی هست، خودم استفاده نکردم ولی میدونم که یه عینک هایی هست که این نور آبی رو فیلتر میکنه و همچنین بدون نیاز به خریدن هیچ گونه عینکی گوشی اندروید یه تنظیم داره که میتونه یه ساعت خاصی از شبانه روز این نور آبی رو فعال بکنه. من پیشنهاد میکنم زمانی که هوا تاریک میشه این رو تنظیم بکنید که حالت فیلتر نور آبی رو فعال بکنه.
خودم این قابلیت رو روی گوشیم استفاده میکنم، چون که روی سیستم اندروید هم هست، با خود سیستم اندروید میاد، کاملا رایگانه، همه گوشه های اندروید دارن تا اونجایی که میدونم، از یه نسخه به بعد باید باشه، احتمالا قدیمی نداشتن. و خودم از ساعتهای خیلی آغازین شب، حتی قبل از اینکه هوا تاریک بشه، من این رو فعال کردم که نور آبی رو واسه فیلتر بکنه و تأثیرش رو خیلی راحت توی خواب میدیدم. ولی متاسفانه روی کامپیوترم نصب نیست چنین برنامه ای و روزایی که توی ساعتهای پایانی روز از کامپیوتر استفاده میکنم واقعا میبینم که تأثیر داره روی خواب من و توی راحت به خواب رفتنم. ولی روی کامپیوتر هم برنامه هایی هستن، روی مک او اس فکر میکنم افلاکس باشه که این کمک رو میکنه و برای هر سیستم عاملی میتونید برنامه مناسبش رو پیدا بکنید. کلیدش این هست که جستجو بکنید فیلتر نور آبی یا بلو لایت فیلتر که این برنامه ها رو بگیرید. موردی که هم روی کیفیت خواب تأثیر داره هم روی سیستم ایمنی، استرس هست. استرس مداوم باعث کاهش عملکرد اینها میشه. پس اگر عامل استرسایی توی زندگیمون هست، اینها رو توی اولویت قرار بدیم و اونها رو حل بکنیم تا اینکه بدن ما با مشکل کمتری دست و پنجه نرم بکنه. و یه سری تغییرات توی این روزها غیر ممکنه، مثلا اگر کارتون استرس زاست واقعا نمیشه توی این روزها کار رو عوض کرد، ولی یه سری عواملی رو اگر که میتونید تغییر بدید و توی زندگیتون تاثیر مثبت بذاره، حتما اونو این تغییرات رو انجام بدید. و اگر چیزی واسه تون شادی آور هست، یه فعالیت واسه تون شادی آور هست، حتما اون رو انجام بدید. حالا میتونه اوقات گذروندن با خانواده باشه، میتونه بازی باشه، بازی کامپیوتری باشه، سریال دیدن باشه، رقصیدن باشه، هر چیزی که به شما کمک میکنه حس خوبی داشته باشید اون رو انجام بدید، در دفع استرس و بهبود خواب و سیستم ایمنی موثره. چیزی که هم باز رژیمی هست و هم در زمینه همین به همین خواب ربط داره و هم به سیستم ایمنی، همه اینها در هم تنیده هستن، همین این موارد در هم تنیده هستند و نمیشه یکیشون رو از دیگری تفکیک کرد. یکی دیگه از این موارد الکل هست. مصرف الکل سیستم دفاعی بدن رو تحت تاثیر قرار میده، خواب رو تحت تاثیر قرار میده و باز مثل داروهای ضد افسردگی اینها خواب رو تحت شعاع قرار میده و به همین دلیل باید کامل ازش پرهیز کرد. و خب متاسفانه توی ایران زیاد قربانی داده البته الکل صنعتی، چون که این باور غلط شایع شده که الکل میتونه کرونا رو درمان بکنه. هیچ بیماری رو نمیتونه درمان بکنه، کاملا ازش پرهیز بکنید. فقط استرس وارد میکنه به سیستم ایمنی بدنتون، روی خوابتون تاثیر میذاره و یه زحمت مضاعف و بزرگ رو ایجاد میکنه واسه یه کبدتون. مورد آخر هم قهوه هست و به این دلیل این رو اول نگفتم چون که تقریبا بدیهی به نظر میاد. قهوه خود من واقعا مصرفم دیگه الان از زمانی که معتاد بودم و روزی حتی 3 بار اسپرسو درست میکردم و کل کاپایی رو که به هم میداد میخوردم، الان رسیدم به جایی که قهوه رو فقط شاید هر از گاهی، اونم شاید ماهی 1-2 بار نشه که من مصرف بکنم و ترجیح میدمم که نخورم. هیچ وقت واسه کار مصرفش نمی کنم، چون که برای کار بیشتر به آرامش نیاز دارم تا اون استرسی که قهوه بهم میده. اصلا میتونم یه قسمت کامل رو به قهوه اختصاص بدم و حتما این کار رو خواهم کرد. پس قهوه رو مصرف نکنید و اگر میکنید توی ساعات پایانی روز نباشه، از زمانی که هنوز هوا تاریک نشده، از حدود 6 ساعت قبل از خواب اصلا قهوه مصرف نکنید تا عمق خوابتون بهبود پیدا بکنه. و اگر مثل من مصرف نمی کنید، مثل الان من البته، که دیگه چه بهتر. یکی دیگه از مواردی که ما باید توی این روزا رعایت بکنیم و مخصوصا در برابر کرونا، حالا به جز مضرات دیگه که داره، سیگار کشیدن هست. بدیهیه، همه میدونیم که سیگار مضره و کسانی که سیگار میکشن احتمال ابتلاشون به کرونا بیشتر هست در صورت قرار گرفتن در معرض این ویروس و شرایط رو برای سوء استفاده این ویروس از بدنشون بیشتر مهیا میکنن. پس سیگار کامل ترک بشه، یه انگیزه بیشتر برای ترکش
اگر مشکل دارید توی ترک سیگار، یک کتاب هست، روش ساده یا روش آسان برای ترک سیگار. عنوانش رو نمیدونم توی فارسی چجوری ترجمه شده، حالا آسان هست، ساده هست، ولی اسم نویسنده هست آلن کار. و در همون قسمتی که در مورد قهوه صحبت خواهم کرد، در مورد این نویسنده و این کتابش هم صحبت خواهم کرد. این کتاب با خوندنش میتونید سیگار رو ترک بکنید. خودم باهاش قهوه رو ترک کردم. باز برگردیم، یه موردی رو فراموش کردم در مورد رژیم کتوژنیک و مزایای اون برای این روزها، و اون هم کاهش وعده های غذایی هست و به اصطلاح روزداری متناوب و روزداری که در پی این رژیم غذایی میتونید دنبال بکنید. وقتی که شما از غذای سرشار از چربی و بدون کربوهیدرات استفاده بکنید، کمتر احساس گرسنگی میکنید. اصلا سه وعده غذا و میان وعده بینش و اینها براتون تعریف شده نخواهد بود، اصلا از فرهنگ واژگان شما حذف میشه. و چون که غذای کمتری میخورید، نه اینکه به خودتون سختی بدید، اصلا گرسنه نمیشید. چون که غذای کمتری مصرف میکنید، مدت بیشتری رو هم میتونید توی قرنطینه بدون نیاز به بیرون رفتن و گرفتن غذا سپری بکنید، و از این جهت هم یه مزیت مضاعف داره این رژیم، که شما رو از تماس با افرادی که احتمالاً بهش به این ویروس آلوده هستن حفظ میکنه. این نکته هم لازم بود بگم. و یه روش دیگه هست که هول و هوش 2 سال هست باش آشنا شدم، روش ویم هوف، که البته که نقد هایی به این روش دارم، ولی یه جزء خیلی مهم داره که تأثیرش ثابت شده هست. ویم هوف یه فرد هلندی هست که به آیسمن یا مرد یخی معروفه و یه کارهای خارق‌العاده‌ای انجام داده، مثل موندن توی ظرفی که پر از یخ، صعود از قله اورست با شورت. و میشه وقت زیاد رو روی ویم هوف گذاشت، اما به همین اکتفا میکنم که روشش این هست که یه روش تنفسی خاصی داره، طوری نفس بکشیم که اکسیژن خون بالا بره و تواناییمون توی حبس نفس به مدت خیلی زیادی افزایش پیدا بکنه، و همچنین بعد از اون دوش آب سرده. روی خود شخص ویم هوف آزمایش شده، یه نوع باکتری مرده‌ای رو بهش تزریق کردن، ویدیو اون رو هم توی همین توضیحات میذارم، روی یوتیوب هست. افراد عادی در صورتی که این ویروس خطر بزرگی رو ایجاد نمیکنه، دست کمش این هست که به مدت چند ساعت تهوع و سردرد و اینها رو دارن و التهاب شدید رو تجربه میکنن، ولی ویم هوف اصلا چنین چیزی رو تجربه نکرده بود. و خود من بدون اینکه بخوام این روش تنفسش رو دنبال بکنم، همین دوش های روزانه، دوش های آب سرد روزانه به هم کمک کرده که سیستم دفاعی خیلی بهتری داشته باشم. سرما خوردن من توی این مدت شاید 2 بار، 1.5 بار بوده باشه. خیلی شدید با سرماخوردگی مواجه نشدم پارسال، هیچ مشکلی باهاش نداشتم و به جز اون خیلی هم در برابر سرما مقاوم میشین. یه روز ممکن از اورستم با شورت صعود بکنید. و همین دوش آب سرد رو هم از این جهت پیشنهاد میکنم و میتونید اینجوری انجامش بدید که نیازی نیست از همون اول سریع برید زیر دوش آب سرد. میتونه خیلی سخت باشه و از این جهت رغبت کمی رو نسبت به انجامش داشته باشید. میتونید راحت دوش بگیرید با هر دمایی که راحتید، و به تدریج این دما رو کاهش بدید تا زمانی که کاملا آب سرد بشه. اگر سختتون هست، روی سرتون نیاز نیست که آب بریزید. بعدن که حرفه‌ای تر شدید، میتونید سرتون رو هم زیر آب سرد بگیرید و به تدریج این زمان رو افزایش بدید. و الان خود من آب از یه دمای بالاتر که قبلا واسم عادی محسوب میشد، داغ محسوب میشه و کلا دوش آب سرد واسم راحت تره. دوش آب سرد هم یکی دیگه از موردهای مهمی هست که میتونم پیشنهاد بکنم. سالم و سلامت باشید، مخصوصا توی این روزا، تا قسمت بعدی.